مدتا محترم آقای اشرف غنی احمدزی هم زمانی که تحصیلات عالیشون در امریکا خلاص کرده بودن و در بانک جهانی کار میکردن، اونا هم گاهی وقت در رسانه ها میگفتن که ما هم طرفدار و هم یکی از بزرگان قوم کوچی هستین. آیا شما این میدانین همینطور هست؟ و عجیب مسئله جناب علی قدر دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی، ما 100% تایید میکنم. از پدر و پدر کلان خان یا بگو مشر یا سرخیل کلان کوچه بودن، واقعا مردم کوچه مال احترام در سطح افغانستان برای دکتر صاحب اشرف غنی داره که یک واقعیت است و تمام کوچه ها پشتیبانی حمایت خورم از او اعلام کردن، ولیکن خود از او کوچه هم هست غمخار کوچه هم غم کوچه ها را میخوره، یعنی واقعا هم پیش کوچه ها قابل قدر است. بسیار تشکر، امیدوار هستم که هموطنان ما این فیلم را ببینن و مشکلات کوچه ها را ببینن و بالاخره اگر واقعا تعداد اصلی کوچی ها معلوم شوه که از افغانستان هستن برایشون تذکری نفوس داده شوه. من فکر میکنم همه مشکلاتی هم که گویا استخبارات سازمان امنیت ملی برای پاسپورت دادن از ببخشید برای تذکره دادن از اینا یک اندازه توجه میکنن، شاید هم همه مسئله احتمالا شادی باشه که میخواین دقیق تر شون که کسانی که تذکری نفوس میگیرن واقعا شهروند افغانستان باشن و ارتباط به کشور همسایه ما پاکستان نداشته باشن. من شما راجی با امنیت ملی و استخبارات با می کلمه بارها گفتن که ما مخالف هستیم چون با ما ارتباط نمیگیره. حالا ما یک اداره مستقل و ارگان اداره هستیم در اینجا، مسئول اداره اونجا یک امریت ست سوال پوسته، اینجا ما هم یک امریت هستیم، نماینده حکومت هستیم. چرا ما تصدیق کردیم؟ ما خود اداره دولتی هستیم، ما تصدیق کردیم ضرور به استخبارات نیست، ضرور به قماندانی امنی نیست، ضرور به یک اداره دیگر نیست. و یک جواز به حق ملت و سرخیل رو تا اول سرخیل باید تایید کنه، بعد از سرخیل مور و امضای سرخیل اداره کجا تایید میکنه، ضرور به استخبارات دیگه نیست که سرگردن شش ماه میره یا اربابای دیگه میگه اطراف او رو تایید کنه، بعد هم اونا میگه بعد مور که میره 250 افغانی بده تایید میکنه با تذکره نمیکنه. و یک جواز چرا در دیگر ولایتی گپا نیست در هرات هستن؟ خب ما تو کجا اجازه بدیم؟ ما مهاجرینی که بیجا شده که در دو دیگر ولایت ها هستن ما بر از اونا تذکره نمیدیم، ما صرف برای کوچی میدیم که خیمه داشته باشه. ما و از حضم هرات 100 سال 80 سال در اینجا زندگی کده باشه بود باش کده باشه ما برای از اونا میدیم که یک جبا سات سات تاول بود باره تالا ما نتانیستیم در هرات برای کوچی بنا به کوچی تذکره بگیریم که یک جواز به حق این قشر مظلوم که صد تا اول نکوز هرات میکنه. ما مالدار کوچی هستم، شباب صحبت میکنم، از کسی تن سالاس نمیدن. یک جواز یک خیانت است به حق قشر مظلوم که صد تا اول نکوز هرات میکنه. اکدام دلیل داره میربانی چندین دفعه ما با مرکز خبر بازی نکنم دلیلش بگم هیچ نی باید استخبارات تایید کنیم. یعنی چی استخبارات کردن؟ اینا جرمی نکرده، جنایتی نکرده، یک جواز بزرگوار. خب ببخشید، حالا اگر مقررات هم تو باشه که قلن طوری که شما میگین مقررات هم عادلانه نیست به این ترتیب کوچی ها، چی مشکلی داره؟ چرا نمیره نظیمی مجرای قانونی استخبارات نه مو اسناد خود خلاص نمیکنن که بتونن تذکر نفس دارن؟ چی حراسی داره نظیم مثلا؟ سوال بجا بسیار خوب سوال کردیم. یک کوچی که یک هفته به در دروازه پیش مدیر امنیت ایستاده باشه که او میگه تو باشه ما کارهای استخباراتی رو بکنین سی کنین تو هستی اگر نیست، یک هفته پیش از او استلام میامن، یک هفته پیش مدیر استخبارات قماندانی جنایی تروریسم است، بعد به شیش به بیس روی بیس و پنج روز یک استلام خلاص میشه. این جفا نیست یک نفر برای این ظلم نیست؟ چرا جایی رو نمی کنه؟ پس این داره به خاطر چیست؟ خاله کسانی به شما که امی مشکلات دیدن امی یک هفته و دو هفته رو در امنیت ملی در استخبارات رفتن تونستن که بالاخره برای خود تذکر نفس بگیرن یا نه؟ خب تونستن گرفتن، حتی اونا رو بنام کوچی نداده بنام مالدار بدنشین داده که ما یورت زمیستانی و بعدیش معلوم کردیم بعدم بنام کوچی تذکره نداده. خب در حقیقت امی مالدار و بادی نشین دری امی مانا رو میته که کوچی هستن کدام چاکتن؟ نه 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 سیست گفتیم کوچیه که مالدار هست، مالدار مربوط به ریاست زراعت میشه، کوچی مربوط به اداره ما میشه. خب آخی کوچی که یک جا به جای دیگه کوچ میکنه خب... برو کوچی میگه. خب می بادی نشین پس چی تو منو میکنه؟ ما سنه و کوچی داریم، یک کوچی داریم بادنشین هست که در مثبته و مثال یک ولسوالی در ولسوالی گذره هستن، بارش زمیستانش امیدی قسمت هستن طرف شرق هستن
و زمستان میره طرف قرب ولسوالی گذره. فکر شما شد؟ به کوها میره جایی که علب سبزه باشه به خاطر گذبه داره. یک کوچی نیم کوچی داریم که یک ولسوالی به ولسوالی دیگه میره. ای دو نو کوچی، نو کوچی سوم حبوری داره. اگر اجازه بده به دیگه مرزا مثل که شما قبلا گفتین به پاکستان میره، به دیگه میره، سر مرزا میره، به سرحد میره، غور میره، فاریاب میره، بادغیس میره، به دیگه ولایت میره. سن و کوچی ما داره. خب بسیار تشکر. ما فکر میکنم که تمام موضوعات و مشکلات کوچی ها رو شما گفتن. چیزی که واقعا ما هم خبر نداشتم و از همه مهمتر از تعداد مجموعه کوچی ها که به 7.5 میلیون نفر میرسن، این واقعا یک چیز بسیار مهم است که ما درباره اون چی خبر نداشتم. امیدوار هستم که این اطلاعات به شهروندان افغانستان برسته و اونا هم البته تحقیق کردن در این رابطه، آشنایی با مشکلات و به تعداد کوچی ها دارن، شاید نظریات خود اونا هم باز زیر دیدن این فیلم باز نوشته کنن.